کودکی یک رئیس نوشته ژان پل سارتر تهیه شده در بنیاد آینه وقتی پسر ریری به علت بمباران هوایی و همراه خاله برت مادر خوشگلش به فرول آمد، لوسیان سخت خورسند می نمود و کوشید یادش بدهد چطور با هم بازی کنند. اما ریری ری فقط به ابراز تنفر از آلمانی ها می پرداخت و هرچند که شش ماه از لوسیان بزرگتر بود، هنوز به نظر بچه کوچولو می آمد. لکه هایی بر چهره داشت و هیچ وقت کاملا ملتفت چیزی نمی شد. با این حال لوسیان برای او فاش کرد که خودش خوابگرد است. بعضی شبها از جا بلند می شدند و در حال خواب حرف می زدند و گردش می کردند. این مطلب را لوسیان در کتاب کاشف کوچک خوانده بود و به فکرش رسیده بود که باید یک لوسیان واقعی هم وجود داشته باشد که شب هنگام راه برود، حرف بزند، والدینش را دوست داشته باشد و تنها صبح بازگردد گردد، همه چیز را فراموش کند، و شبیه لوسیان کنونی گردد. در ابتدا لوسیان فقط به اندکی از این افسانه باور داشت اما یک روز آنان از کنار گزنه ها رفتند و ریری ری به او گفت ببین چقدر بزرگ است من یک پسر بزرگم وقتی که این حسابی بزرگ شود یک مرد می شوم و می روم در سنگرها با آلمانی ها می جنگم. به نظر لوسیان ریری ری خیلی مزهک جلوه کرد که دوچار خنده ای شدید شد. ریری ری گفت، تو را ببینم و آنها را با هم مقایسه کردند و خیلی کوچکتر بود. ولی ریری ری اعتراف می کرد که خودش را می کشد تا بلندتر شود. ریری گفت، من بزرگترم. لوسیان به آرامی گفت، بله اما من خوابگرد هستم. ریری ری نمی دانست خوابگرد چیست و لوسیان برایش تشریح کرد و سپس با خود اندیشید، پس درست است که من خوابگرد هستم. و میل ترسناکی به گریستن داشت. وقتی که هر دو در یک بستر خوابیدند توافق کردند که ریری ری شب را بیدار بماند و در خواب راه رفتن لوسیان را ببیند. لوسیان گفت در آن حال مرا بیدار کن تا ببینم آیا کارهایی که می کنم یادم می ماند یا نه؟ شب لوسیان که نمی توانست به صدای خورناس های تیز ریری ری را شنید که لابد خفته بود. بیدار شو ریری، ری. تو باید وقتی من بلند میشم منو ببینی ریری ری با صدای آشفته گفت بزار بخوابم لوسیان تکانش داد و از زیر پیراهن نیشگونش گرفت ریری ری تکانی خورد و با چشمان باز و لبخند مزهک بیدار شد لوسیان به دوچرخه اندیشید که پدر باید برایش میخرید سوت یک لوکوموتیو را شنیدند و سپس ناگهان خدمتکار وارد شد و پرده ها را کشید. ساعت هشت صبح بود. لوسیان هرگز نفهمید در طول شب چه کرده. خدای مهربان می دانست چون او از همه چیز با خبر بود. لوسیان در برابر خداوند زانو می زد و می کشی تا عاقل باشد. اما او از خدای مهربان دلخور بود. زیرا خدای مهربان از لوسیان راجع خود لوسیان واردتر بود و اطلاعات بیشتری داشت. او میدانست که لوسیان مامان و پاپا را دوست نمی دارد. وانمود می کند که معقول است و شب در بستر به خودش دست میزند. خوشبختانه خدای مهربان نمی توانست همه چیز را به یاد داشته باشد چرا که او بسیاری از این پسرکان در تمام عالم داشت و چون لوسیان پیشانی میسود خدای مهربان فورا هر چرا که دیده بود از یاد میبرد. همچنین لوسیان خدای مهربان را قانه می کرد که مادرش را دوست دارد. اینجا و آنجا به خود می گفت آه چقدر مامانمو دوست دارم و میشد به چهره مامان نگریست و سخت احساس عطوفت کرد یا با شگفتی اندیشید که خدای مهربان تو را می بیند و سپس دیگر درباره او فکر نکرد به یمن این اطوفت یک سره آرام شد و آنگاه نام است که در گوش رقصان می گردد. مامان، مامان، مامان. البته این حالت دمی بیش دوام نمی یافت چون زمانی که لوسیان می کوشید یک صندلی را به روی دو پایش نگه دارد خدای مهربان جز خوبی چیزی نمی دید و هر چه می دید در خاطره او برای ابد حک میشد. شد. اما لوسیان از این بازی خسته شد چرا که کوشش های سعب لازم داشت و تازه در فرجام انسان هرگز نمی دانست که آیا خدای مهربان دریافته یا گم کرده است. لوسیان دیگر به خدا نپرداخت. انگامی که نخستین مراسم تناول القربان را انجام داد، آقای کشیش گفت که او پسرک بسیار عاقل و پرهیزکاری است. لوسیان به سرعت اشاره را دریافت و این یاد بوده خوشی بود، لکن سر او از مه و ابهام آکنده بود. یک شنبه فرصت روشنی بود. آنگاه که لوسیان با پاپا در جاده پاریس گردش می مه شکافت. او لباس زیبای ملوانیش را پوشیده بود و از کنار کارگران پاپا که به آنها سلام می کردن می پاپا به آنها نزدیک می شد و آنها می گفتند روز بخیر خیر موسی و فلوریه و همچنین روز بخیر آقای کوچک من. لوسیان کارگران را دوست می داشت چون آدم بزرگی بودند ولی نه به دیگران. دستهای زموخ داشتند با ناخن کوتاه که کار کرده و ترکیده بود. آنها وظیفه مند و محترم بودند. پاپا پا به لوسیان قریده بود که نمی بایستی سبیل بابا بولیگو را بکشد. ولی بابا بولیگو برای صحبت کردن کاسکتش را برداشت و پاپا پا و لوسیان شاپوهای خود را همچنان به سر داشتند. و پاپا پا با صدای زمخت و خندانی صحبت می کرد. خب، بابا بولیگو منتظر یک کوچولو هستند. چه وقت وارد می شود؟ آخر ماه آقای فلوریه. متشکرم آقای فلوریه. بابا بولیگو حالتی شادمان داشت. اجازه نداشت ضربه ای به عقب لوسیان بنوازد و مثل موسی و بوفاردیه وزق خطابش کند. لوسیان از موسی و بوفاردیه متنفر بود چون سخت زشت منظر بود. اما چون بابا بولیگو رو میدید احساس مهربانی و اطوفت می کرد و هوایان داشت که خوب باشد. یک بار چون از گردش باز میگشتند بابا بولیگو لوسیان را روی زانوانش نشاند و برایش تعریف کرد که یک رئیس چه کسی است. لوسیان میخواست بداند وقتی پاپا در کارخانه است با کارگران چطور حرف میزند و پاپا به او نشان داد چطور باید در چنین مواقعی صدا را به کلی تغییر داد. لوسیان پرسید منم رئیس میشم؟ خب وقتی من بمیرم تو ارباب کارخانه من میشی و به کارگرای من دستور میدی. ولی اونام خواهند مرد. خب تو به بچه های اونا دستور میدی و باید بدونی چطور اونا رو وادار به اطاعت کنی و چطور دوستت داشته باشند. چطور وادار کنم دوستم داشته باشم پاپا؟ اول لازمه که همه رو به اسم بشناسی. لوسیان سخت تکان خورد و هنگامی که پسر سرکار مورل به خانه آمد تا خبر بدهد که دوتا انگشت پدر قطع شده لوسیان با جدیت و ملایمت در حالی که مستقیما در چشمانش نگاه می کرد و اسمش را می برد مخاطب قرارش داد. مامان گفت که او از داشتن چنین پسر خوب و حساسی مفتخر است. بعدا جنگ متارکه شد. پاپا هر شب روزنامه ها را با صدای بلند می خاند. همه از روزها و دولت آلمان و تجدید قوا صحبت می کردند و پاپا روی نقشه به لوسیان کشورها را نشان می داد. لوسیان که سالت بارترین سال زندگیش را گذراند. هنوز زمان جنگ را دوست می داشت. اینک همه تغییر کرده بودند و پرتوهایی که در چشم مادام کوفن می خاموشی یافته بود. در اکتبر 1919 مادام فلوریه برای ادامه تحصیل او را به کلاس مدرسه سن جوزف سپرد. دفتر آب جرومه گرم بود. لوسیان کنار نیمکت آقای آبه ایستاده دستهایش را به پشتش زده سخت کسل بود. چرا ماما نمیاد بریم؟ ولی مادام فلوریه هنوز به فکر رفتن نبود. او روی لبه یک نیمکت بزرگ نشسته سینه فراخش را به طرف آقای آبه گرفته بود و تون, تون حرف میزد. صدایی خوش آهنگ داشت. مثل وقتی که خشمگین بود و نمیخواست خشمش را ابراز کند. موسیو آب کند حرف میزد و کلمات در دهانش حالتی طولانی تر از دیگران پیدا میکرد. کرد. می گفت که کلمات را قبل از ادا مثل آب نبات می مکید. برای مامان توضیح می داد که لوسیان پسرکی معدب، خوب و سائی است ولی به طور وحشتناکی به همه چیز است. و مادام فلوریه گفت که او سخت سر خورده چون فکر می کرد که تغییر و تحول به حال پسر مفید است، و پرسید آیا حداقل در زنگ تفریح بازی می کند؟ پدر روحانی جواب داد افسوس خانم انگار حتی بازی ها زیاد برایش جالب نیست. اغلب آشفته و حتی خشن است ولی زود خسته می شود. گمانم فاقد حوصله و ابتکار است. لوسیان اندیشید اینها از من حرف می زنند. آنها دو تا آدم بزرگ بودند و او مثل جنگ و فرمانروای آلمان یا موسی و پونکاره موضوع صحبت آنها بود. آنها قیافه موقری گرفته درباره او رأی می زدند. اما این اندیشه حتی باعث لذت او هم نمی شد. گوشایش از کلمات کوچک و خوشموسیقی مادرش و کلمات چسبنده موسی و آبه پر بود. هوای گریستن داشت. خوشبختانه زنگ به صدا درآمد و او آزادیش را باز یافت. ولی در تمام طول ساعت درس جغرافی سخت عصبی بود و از آب ژاکلین تقاضا کرد که به او اجازه بدهد بیرون برود چرا که احتیاج به حرکت داشت ابتدا خونکی، انزوا و رایحه نیکوی آنجا او را آرامش بخشید چون باطمه زده بود ولی میل نداشت سرش را بلند کرد و به خواندن خطوطی پرداخت که روی در نوشته بودند با مداد قرمز نوشته بود باراتو قد ساس است. لوسیان تبسم کرد. درست بود. باراتو قد ساس بود. او کوچک اندام بود. می گفتن کمی بزرگتر می شود اما نزیاد. چون پدرش هم تقریبا کوچک و خلاصه کوتوله بود. لوسیان از خود پرسید آیا باراتو این نوشته را خوانده و اندیشید که نه چون می در آن صورت پاکش کند. باراتو انگشتش را آبدهنی خواهد کرد و آنقدر روی خطا میمالد تا خوب پاک شود. با تصور لحظه ای که باراتو در ساعت چهار به مسترا خواهد آمد و هنگامی که شلوارش را پایین می کشد خواهد خواند باراتو قد ساس است کمی خنده اش گرفت. شاید تا حالا به فکرش نرسیده چقدر کوچک است. لوسیان با خود قرار گذاشت فردا صبح زنگ تفریح او را ساس خطاب کند. بلند شد و روی دیوار سمت راست نوشته ی دیگری به همان خط خواند لوسیان فلوریه یک مارچوبه گنده است با دقت آن را پاک کرد و به کلاس برگشت در حالی که به همشاگردی هایش می نگریست اندیشید درست است همهشان جزمن خیلی ریزند و احساس ناراحتی کرد مارچوبه گنده پشت میز چوبی کوچک خود نشسته بود ژرمن در آشپزخانه بود. مامان هنوز بر نگشته بود. روی کاغذ هایی که برای تمرین خط گذاشته بودند نوشت مارچوبه. اما حروف برایش آشنا بود و اکسل عملی ایجاد نکرد. صدا زد جرمن؟ جرمن پرسید. باز چه میخواهید؟ جرمن میخواهم روی این کاغذ بنویسید لوسیان فلوریه یک مارچوبه گنده است. شما دیوانه ای آقای لوسیان. دستهایش را به گردن ژرمن انداخت. ژرمن، ژرمن عزیزم، مهربان باشید. ژرمن شروع کرد به خندیدن و انگشتان فربهش را با حله خوش کرد. موقعی که ژرمن می نوشت، لوسیان نگاهش نمی کرد، ولی بعد کاغذ را به اتاقش برد و مدت مدیدی تماشا کرد. خط ژرمن ریز بود. پنداش صدایی خشک در گوشش می گوید، لوسیان مارچوبه. اندیشید، گنده هستم. از خجالت آب می شد. همانطور گنده بود که باراتو ریزه بود و دیگران از پشت سر مسخره اش می این طوری نصیبش شده بود. تا حالا کوچکی و بزرگی رفقا برایش طبیعی بود ولی اکنون به نظرش می رسید که به طور ناگهانی محکومش کرده اند برای بقیه عمر گنده بماند. شب از پدرش پرسید اگر بخواهند می شود کسی را کوچک کرد؟ آقای فلوریه گفت نه همه ی فلوریه ها گنده و قوی بودند و لوسیان باز هم گنده تر میشد. شد. لوسیان نومید شد. مادرش در کنار او نشست. او برخواست و رفت در آینه خودش را ببیند. من گندم. اما وقتی زیاد دقیق شد دریافت که نه گنده است نه کوچک. کمی پیراهنش را بالا برد و ساقهایش را نگریست. آنگاه مجسم کرد که کستی به هبار می گفت پس بگو ساقهای دراز مارچوبه را نگاه کن. و این در نظرش مزهک می نمود. سردش شد. لوسیان لرزید و کسی گفت مارچوبه با گوشت جوجه. پایین پیراهنش را حسابی بالا برد و همه ناف و دم و دستگاهش را دید زد و سپس به طرف بسترش دوید و در آن لغزید. هنگامی که دستش را زیر پیراهنش برد اندیشید که کستی او را میبیند و میگوید یکم نگاه کنید این مارچوبه گنده چه میکنه؟ تکان خورد و در بستر چرخید. نفس نفس میزد و میگفت مارچوبه بزرگ. مارچوبه. تا آنکه زیر انگشتانش خارش تند و تیزی رو اید. روزهای بعد هوای آن داشت که از آقای آبه کسب اجازه کند تا برود ته کلاس بنشیند. این تمایل به علت وجود بواسه، وینکلمان و کستی بود که پشت سر او می نشستند و پس گردنش را نگاه می کردند. لوسیان پس گردنش را مجسم می کرد ولی نمی دید و حتی اغلب فراموش می کرد. اما آنگاه که به آقای آبه درس جواب می داد و یا سلسل مطالبی را بیان می داشت، دیگران پشت سرش بودند و پس گردنش را می دیدند و ممکن بود ریش خند کنان بیندیشند چقدر لاغر است. مثل اینکه دوتا تناب روی گردنش است لوسیان میکوشید صدایش را کلوفتر نشان دهد با صدا هرچه میخواست میکرد ولی پس گردن همچنان برجا بود و بواسه آن را میدید جرأت نداشت جایش را عوض کند زیرا نیمکت های آخر برای نخاله ها ذخیره شده بود اما پس گردن و پشتش همیشه میخورید و ناچار بود بلا توقف آن را بخاراند لوسیان بازی تازه ای ابدا کرد صبح وقتی که تنها در مستراح مثل بزرگ ها نشسته بود، تصور کرد که کسی از سوراخ قفل او را می پاید. شاید کستی یا بابا بولیگو یا جرمن. آنگاه به هر طرفی چرخید تا آنها همه جهات او را ببینند و گهگاه پشتش را به در کرد و چهار دست و پا ماند تا برآمده و خنده دار به نماید. موسیو نرم نرمک به او نزدیک می شود تا تنقیه کند. یک روز که در همان مکان بود سر و صدایی شنید. گوترود بود که به جعبه آینه راهرو روغن جلا میزد. قلبش از تپیدن باز ایستاد. آرام در را باز کرد و همچنان که شلوارش با این بود و پیراهن دور کمرش مچاله شده بود بیرون رفت. ناگزیر شد برای حفظ تعادل جستی بزند. جرمن با نگاه خاموش به او نگریست و پرسید دنبالتان کردهاند، لوسیان با عصبانیت شلوارش را بالا کشید و دوید خود را روی تختش پرتاب کرد. مادام فلوریه ناراحت بود. اغلب به شوهرش می گفت نگاه کن او که در بچگی آنقدر زرنگ بود چطوری چلمن شده؟ موسیو فلوریه نگاه مخشوشی به لوسیان انداخت و گفت مقتضای سن است. لوسیان نمیدانست با تنش چه کار کند هر قدر کاوش می کرد همواره به نظرش می آمد که هر جزء بدنش بدون آنکه عقیده خود او را بپرسد سرخود وجود دارد و زندگی می کند سپس لوسیان تجسم کرد که نامرئی شده و عادت پیدا کرد که به قصد انتقام از سوراخ قفل اعمال و اقوال دیگران را زیر نظر بگیرد مادرش را موقع استهمام دید که توی وان نشسته بود حالتی خواب گرفته داشت و کاملا بدنش و چهرهش را فراموش کرده بود چرا که خیال میکرد کسی او را نمی‌بیند لیف را به گوشت شل شده اش می‌کشید و حرکاتش همراه با تنبلی بود دستی که لیف و صابون داشت میان آبهای وان ناپدید شده بود صورتش آسوده و شاید غمگین بود حتما به چیزهای دیگری میاندیشید مثل تربیت لوسیان یا موسی و پونکاره ولی اکنون او همین تکه گوشت عظیم و سرخ بود با آنتن فربه که به کناره وان تکیه داده بود یک بار دیگر نیز لوسیان کفشهایش را درآورد و تا اتاق زیر شیروانی رفت ژرمن را دید که پیراهن بلند سبزرنگی تا دم پاهایش برتن داشت و در برابر آینه کوچک مدوری شانه میزد و نرم نرم تصویرش تبسم می کرد. لوسیان دستخوش خنده سختی شد و ناگزیر به شتاب پایین آمد. بعد از این واقعه او جلوی آین قدیهای تالار می خندید و اخ میکرد و بالاخره ترس شدیدی فرا گرفتش. بعد لوسیان می و کسی به او توجه نداشت جز مادام کفن که او را زیبای خفته خیش خطاب میکرد. یک گلوله گنده هوا که نمی توانست بخوردش نه توفش کند همیشه دهانش را نیمه باز نگه می داشت. خمیازه وقتی تنها بود گلوله بزرگی میشد و سق و دهانش را مینواخت دهانش یک پارچه باز میشد و اشک روی صورتش می قلتید و این لحظاتی دلپذیر بود. عطسه کردن را دوست داشت که سر حالش می آورد و بعد لحظه ای به اطراف خود می نگریست و سپس دوباره چرت می زد. آنگاه به فرا گرفتن گونه های دیگر خوا پرداخت. زمستان جلوی بخاری می نشست. سرش را به سمت آتش که سرخ و برافروخته بود جلو می برد و قفلتا احساس سباکی می کرد. اسم این کار خوابیدن با سر بود. برعکس صبح یک شنبه به وسیله پاهایش میخفت. وارد حمام میشد، آرام می نشست و خواب از طول پاها و پهلوهایش جریان می آفت. بالای بدن خواب رفته و سفید و بزرگ شده. در آبش که شکل جوجه پرکنده داشت، سر کوچک بلند و پر از کلمات آمیانه بر جا بود. در کلاس خوابش سفید بود. میگویی در برابر نفر چه میکرد؟ طبقه سوم چیست؟ هیچ. پله نفر اول درس جبر بود، فقط یک بیزه داشت. دو شاهی برای دیدن و ده شاهی برای دست زدن می گرفت. لوسیان ده شاهی داد، اما تردید کرد و دست نزد. سپس بلافاصله پشیمان شد. درس تاریخ را بهتر از زمین شناسی می دانست. یک شنبه ها با کستی و وینکلمان می رفت و چرخ سواری از میان روستای خاک سرخ که گرما سوزانده بودش. دو ها بر قبار نر می لغزید. ساقهای لوسیان سفت و ازولانی بود ولی رایه خواباور جاده ها به کلهش می زد. روی دسته دوچرخه می خمید. چشمهایش سرخ و نیمه باز می نمود. سه بار جایزه گرفته بود. کستی بعد از تعطیلات مطلب دو تا کتاب را برای آنها تعریف کرد. لوسیان تصمیم گرفت کار بهتری کند. لاروس طبی پدرش را نگاه کرد و سپس برای رفقا تشریح کرد و با ترسیم نشان داد که زنها چطور ساخته شدند. کستی اظهار کرد که این حرفا قیاور است. ولی بعدا آنها بدون قهقهه خنده نمی توانستن سخنرانی او راجع به مجرا را گوش کنند و لوسیان با رضایت اندیشید که در تمام فرانسه شاگردی نیست که از او بهتر سازمانهای بدن زن را بشناسد.